بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما بینندگان و شاگردای عزیز سنف دهم ده به سلسله بحثایی که داشتیم ضرب و تقسیم پولونیوم ها رو با هم مرور کردیم یک قضیه خیلی خوبه با هم یاد گرفتیم یک روش خیلی آسان یاد گرفتیم بدون اینکه تقسیم کنیم می باقی مانده رو پیدا کنیم قضیه باقی مانده رو با هم خواندیم و بخشی از اون ماند که امروز ان او درس رو با هم مرور می‌کنیم و میریم سراغ درس‌های جدید با سلام خدمت های استاد احمدی درس امروز شروع میکنیم تشکر جناب استاد برام خداوند بخشنده مهربان درس امروز ما جلسه 22 هست و مثل شما گفتین ادامه قضیه باقی مانده همچنان تمرین را هم در درس امروی شاگرده خود کار میکنیم البته تمرین خود تو کار نمیکنیم برشان رهنمایی میکنیم مثالی که زیاد مشکل باشد که احساس کنیم که شاگردای ما به صورتانی مستقیم نمیتونه مثال را کار کنه او را برشان حتی شایده ما قطعا همه مثال ها همه رو حل میتونن م. م. باز هم ما منباب توضیحات بیشتر اونایی که نمونه ای نداشته م. یک مسائل اضافی داشته باشن اونا رو باز برشان کار میکنیم در غیر از خیلی مسائل با رهنمایی هم میشه که هر ما پیش برن. در ابتدای درس فعالیت روز قبل رو میدارستم شما انجام داده باشین گفته مثال چهارم را که ما کار کرده بودیم باقی رو دریافت کرده بودیم شما او را با استفاده از عملی تقسیم یا بگیم عملی تقسیم را انجام بدیم بعد ببینیم که باقیمانده دریافت شده که ما کار کردیم با باقیمانده که شما بعد اسم میارین یکسان هست و یا خیر که طبعا باید یکسان باشه در غیر از او یا سوال کار کردیم و اشتباس و یا ای که با استفاده از عملی تقسیم که شما باقیمانده را دریافت میکنین اشتباهی در صورت اشتباه گرفته باشد مثال پنجم را داریم گفته اگر پولینوم 4x به توان 4 مثبت 12x مکعب منفی 13x مربع منفی 33x مثبت 18 را بر x مثبت 4 اگر تقسیم شود باقی مانده شما دریابید این مثال را کار میکنیم اگرچه مثال ما مثال ساده ای هست اما کار میکنیم به خاطر که بر شما آسان باشه پس px ما مساوی هست به 4x به توان 4 به می ترتیب مثبت 12 x مکعب به می ترتیب منفی 13 x مربع داریم به می ترتیب منفی 33 x مثبت 18 هست اینا گفته تقسیم شود بالای کدام پولینوم بالای پولینوم بگیم یا بالای باینوم x مثبت 4 خب گفته بودیم با استفاده از قیمت گذاری ما و شما با قیمانده را دریافت میکنیم خود عدد قیمت گذاری را چگونه دریافت کنیم x مثبت 4 را مساوی با صفر قرار میتیم. قیمت x ما مساوی با منفی 4 میشه اگر یک قسم دیگه بگیم آسان تر بر ما بر مبنای به اصطلاح x پولینوم ما و شما این قیمت را داشته حال میخواهیم قیمت x را منفی 4 در نظر گرفته و قیمت پولینوم را دریافت کنیم ببینید در این صورت ما و شما پی منفی 4 را دریافت میکنیم پس میشه 4 ضرب منفی 4 به توان 4 مثبت 12 ضرب در منفی 4 به توان سه به همین ترتیب منفی 13 ضرب منفی 4 مربع منفی 33 ضرب منفی 4 و مثبت ی که داریم فکر میکنم تمام قیمت هایی که به اصطلاح ما و شما داشتیم برای x همو در هر جایی که بوده x ما و شما به منفی 4 را درست نوشته کرده باشیم پی منفی 4 از اینجا مساوی هست به خب چار ضرب در منفی چهار را اگر از توان چار رفع کنیم نتیجهش قطعا مثبت میشه چون جفت مرتبه به نفس خودش ضرب میشه دو مثلا ما شما منفی ضرب منفی مثبت داریم مثبت ضرب منفی پس منفی شو باز منفی ضرب منفی مثبت میشه این نتیجه نهایی ما مثبت خواهد بود این شاید ما باید عادت بله. کنن که با توان های جفت و تاق راحت بله. کنن به خاطری که جدای از این درس ها رو یاد میگیرن بله. برای امتحانات کنکور آماده شن اونجا سرعت خیلی مهمه بله. این شاگردای ما باید بدانن که دیگر لازم نیست ما هر دفعه اینا رو تکرار کنیم برشان. بله و وقتی ما برایشون میگیم توان جفت سری اونا میفهمن که نتیجه توان مثبت است حتما مثبت چی منفی چی مثبت و اگه توان منفی باشه توان تاق باشه وقت میبینیم که مثبت است یا منفی است که حاصل اگه منفی باشه منفی و اگه مثبت باشه مثبت اینا رو شایدم ان شاءالله توجه دارن دقیقاً پس اگر 4 4 مرتبه به نفس خودش ضرب بزنیم 4 ضرب در 4 16 و دو تا 4 دیگه رو با هم ضرب بزنیم 16 16 ضرب 16 میشه 256 پس 4 ضرب 256 هست مثبت و به همین ترتیب 12 ضرب 4 را 3 مرتبه یا بگیم منفی 4 را 3 مرتبه به نفس خودش ضرب بزنیم نتیجه ایش منفی بد می میه چهار در چهار ب. منفی, منفی شست منفی یا چهار زرب در چهار شانزده شانزده در چهار میشه منفی که شاگرده ما میتونن بسیار به سهولت دریافت کنن منفی سیزده زرب در منفی چهار را مثبت شانزده چون توان مورد نظر جفت هست منفی زرب منفی مثبت میشه چهار سی دوازده یک چهار و یک داشتیم سیزده و مثبت اجده ای که در آخر داره. پس پی منفی چار ما در این صورت مساوی هست به در اینجا ما و شما 4 را ضرب کنیم با 6 4 6 24 حاصل دو دو 4 ضرب در 5 البته 20 دو حاصل داشتیم 22 22 دو، دو رو دوش باز حاصل دو 4 ضرب در دو 8 دو حاصل داشتیم ده. 1024 میشه مثبت این بار 12 را ضرب میکنیم با 64 البته مثبت ضرب منفی هم قبلش علامه مورد نظر در این حد منفی هست مثبت ضرب منفی ما میشه منفی پس آل 12 را ضرب میکنیم با 64 که نتیجه شم میبینیم چند میشه 64 ضرب در 12 دو ضرب 4 8 و دو ضرب در 6 هم میشه 12 به این ترتیب یک چار چار یک شش شش خودش دو و چار شش و یک شش هم هفت میشه افصد و هشت که به این ترتیب ما و شما داریم افصد و شست و هشت و حالی سیزده را ضرب بکنیم باید با شانزده شانزده ضرب در سیزده میبینیم چند میشه سی شش هشده حاصل یک یک سی, سی و یک حاصل داشتیم چار چلو هشت یک شش, شش. یک 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 هشت به همین ترتیب چار شش ده حاصل یک 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 دو میشه دو هشت که به این ترتیب ما شما داریم پس اینجا داریم منفی دو سد و هشت حتی روش های آسان برای محاسبه بگیرن وقتی ما میگیم سه زر میتونیم بگیم ده زر شانزه یک سه هشت با هم میشه دو هشت بله. که بچه کم کم عادت کنن به محاسبات سریع به قطعات که قابل به اصطلاح ذهنی هست تبدیل و به ترتیب دو قسمت آخرم با هم جمع کنیم دو هشت ده اصل یک 150. ی... بله یک و سه چار یک حاصل داشتیم پنج و این ترتیب یکم خودش که یک سد شد پس به این ترتیب ما شما پی منفی چار را وقت دریافت کنیم در این قسمت یک و را داریم با یک باید جمع کنیم چون هم و منفی هفت سد منفی دو سد و هم هستن. پس اینا که جمع کنیم سفر جمع 4 خوده البته 4 که ترتیب ما شما سفر جمع چار را داریم خود چار به این شکل دو جمع پنج ماه هم هفت میشه و به می یک جمع صفر خود یک و یک دیگه هم داریم یک هزار یک منفی اشتا شانزده سل یک یک جمع صفر خود یک جمع شش هفت و به می ترتیب دو هفت هم نو میشه منفی نو سد افتاد شش تفریق را انجام میتیم چون مختلف للامه هستن از چارده که شش کم شوه 8 باقی به این ترتیب پس از هفت که البته ما قرض کرده بودیم از شانزده که هفت کم شود 9 نه باقی بله در اینجا عدد یک داریم و البته اگر قبلا قرض شده اینجا پس صفر مانده پس قرض کنیم ده میشه از ده که نو کم یک باقی نتیجه ما و شما میمانه یک که در کتاب هم جواب را دریافت کرده ای رو میتونیم به اصطلاح یا بگیم ای باقی مانده رو میتونیم با اجرای عملی تقسیم هم انجام بدیم و ما فکر میکنم در عملی تقسیم ما و شما هم مثال های زیاد کار کردیم و هم مطمئن هستیم که شاگردای ما روی عملی تقسیم دیگه مسلط شدن خودشان میتونن که این مثال ها رو حل بکنن به صورت بسیار ساده مثل اینکه قبلا یک کار فی هم داشتیم یک فعالیت هم داشتیم خب آل بر ما و شما نتیجه ای که بعد است آمده یا کتاب شما نتیجه گیری کرده در مورد قضیه باقی مانده میبینیم که کدام جزئیات یا کدام مسئله از پیش ما نمانده باشه اگر پولینوم پی ایکس بالا ایکس منفی تقسیم شود بدون انجام عملی تقسیم توسط قضیه باقی مانده یا ریمندر در تیوریم باقی مانده عملی تقسیم را دریافت کرده میتوانیم که باقی مانده را به آر و یا به پی ای نشان میتیم یعنی باقی مانده ما شما در قیمت پولینوم ما بر مبنای عموم خلاف علامه و اصطلاح قسمت ثابته با این نوم مقصوم علیه هست که تا تا کتاب جای جای کتاب تاکید میکنه که بدون انجام اولیه تقسیم بله حالا اگه تاکیدم نکنه چون شایدا میفهمند که روش آسان ما قضیه باقی مانده است حتما همیشه از روش قضیه باقی مانده حل میکنیم دقیقا بله چون هم وقت کمتر نمیگیره و هم ای که با اصطلاح خیلی پروسه طولانی نداره با. فقط قیمت دریافت میشه و او که درست دریافت شد یا مشکلی اشتباه هم بشنه. کم است بله بل. اونجا اگر نزولی باشه صعودی باشه او رو تکمیل کردن ممکن از یک جایی آدم اشتباه کنه دقیق. اینجا با یک مساوی قرار دادن مفهوم ال مساوی با صفر قیمت ایکس به دست میاریم و راحت مسائل حل میکنیم حتما شاگردای ما بیشتر میرن به سمت استفاده از قضیه باقی مانده گفتم دیگه ما در ریاضی باید تلاش کنیم بریم دنبال راههایی که سهولت بیشتر برای ما ایجاد میکنه بل. و تمرین رسیدیم که گفته با کمک قضیه ریمین در تیوری باقی مانده را دریابید که البته بر ما شما چهار تا مثال در اینجا در کتاب آورده شده که این مثال اول ما شما که 6 پی مکب مثبت دو پی مربع منفی پی مثبت 20 است تقسیم پی منفی یک بر دو مشکل خاص نداریم مسایب با صفر قرار بدیم قیمت گذاری باید به اساس عدد یک بر دو صورت بگیره سوال دو ما که از مثال اول ما کرده اما است به با باید سه رو کنیم چون x منفی سه رو مسایی به قرار بتایم. قیمت اکس سه به این ترتیب در سوال سوم ما و شما چار وای مربع منفی وای منفی شش تقسیم وای منفی یک شش هست در این صورت هم قیمت وای ما و شما یک شش نه. یعنی باید قیمت ای پولی نمره یا بگیم تری بر مبنای که دریافت در حاصل تقسیم ما بعد است سوال, سوال که اینجا داره شاید یک اشاره شش در محاسبات برای شایده سخت باشه مقصد اونجایی که توان دو, دو برده میشه. بله حتما ها میفهمن که یک اشاره ما به کس تبدیل میکنیم و بله شانزه برده میشه قیمت گذاری بر اساس شانزه برده کنن و خیلی محاسبه آسان, تر میشه. میشه و اگر با ضرب اشاری پیش بریم احتمالا یک مقدار وقت بیشتر در با کس آسان تر میشه سوال آخر ما شما 4x مثبت 9 هست که در این قسمت قیمت x وقت دریافت کنیم 4x مثبت 9 را مساوی به صفر قرار میدیم 4x ما مساوی به 9 میشه بعد قیمت x ما شما مساوی به منفی 9 بر 4 که <applause> به ترتیب سوال اول ما راهنمایی کردیم من مطمئن هستم که مشکل خاصی وجود نداره شاگردای ما میتونن حل کنن و بسیار به سهولت جواب یا بگیم باقی مانده ها را در حاصل تقسیم دریافت کنن سوال دوم ما اگر پولینوم 5x مکعب منفی کا مربع x مثبت 3 کا x منفی 6 بر x مثبت دو تقسیم شود به کمک قضیه باقیمانده بگویید بگوید که با کدام قیمت ک باقیمانده مساوی به منفی چه چهار خواهد شد این رقم مثال نمونهش داشته اما ما او زمان ما و شما باید بر مبنای مساوی به صفر در نظر می گرفتیم حالا گفته باید باقیمانده ما مساوی منفی چه چهار شود پس در این صورت بله باید حل کنیم سوال باید حل کنیم بچه‌ها ما بفهمون که سال خیلی ساده است همون روش های قبلی که ما میرفتیم در حل سوال های ریاضی شاید ما بارها و بارها سرسم صحبت کردیم با شما همین لحظه صحبت می که فهمیدن سوال نصف جوابه بله. این اگه ما سوال خوب نفهمیم قطعا اون رو حل نمیتونیم بله. پس این سوال با هم حل می کنیم یا دیگه مرور میکنیم که سوال از ما چی می و به درس های قبلی چه ارتباط داشت دقیقا. خود سوال ما 5x مکعب ترتیب 5x مکعب منفی کا مربع x مربع به این ترتیب مثبت c k x به این ترتیب جزء یا بگیم حد آخر سوال ما و شما منفی شش است گفته تقسیم کنین بالای چی بالای x مثبت دو بعد برای کدام قیمت کا که در این دو قسمت ما و شما داریم با اصطلاح باقی مانده ما و شما مساوی منفی 44 میشه یعنی به این معنا که ما این بار وقتی قیمت گذاری کردیم مساوی با صفر قرار نمیتیم بلکه مساوی با منفی 44 قرار میتیم چرا از ما شما نمیخواید باقی مانده صفر از ما شما میخواید باقی مانده منفی 44 شه پس به این ترتیب ما پولینوم را یا بگیم پولینوم مقسوم را به اساس پی ایکس تعریف میکنیم که 5 x مکعب منفی کا مربع X مربع مثبت 3 کا ایکس منفی 6 هست و قیمت ایکس را دریافت میکنیم پس چی کار کنیم؟ x مثبت دو را مساوی با صفر قرار بدیم. قیمت x ما مساوی با منفی دو به اصطلاح حاصل میشه. عالی میاییم به اساس منفی دو قیمت پولینوم را دریافت میکنیم. با عوض x نشته میکنم منفی دو مساوی از پنج ضرب منفی دو به توان سه منفی کام مربع ضرب منفی دو مربع چون x را به با عوضش باید منفی دو کنیم در اینجا هم وزه کردیم. مثبت سه ضرب در کا ضرب در منفی دو و منفی شش در آخر داریم. پس به ترتیب پی منفی دوی ما مساوی هست به منفی دو به توان سه چون توان سه است طبعاً تاق میشه طبعاً هست علاوهش منفی میشه و دو به توان سه ما هشت میشه 8 ضرب 5 هم چل پس شد منفی چل به این ترتیب منفی کام مربع خودش باشد منفی دو مربع مثبت چار میشه و به ترتیب میشه ضرب چار نوشته کنیم یا منفی چار کم مربع نوشته مشکلی ندارد موجب ضرب منفیام منفی, منفی میشد 2 ضرب 3 6 کام میشه و منفی 6 هم در آخر داریم اول میشک تنظیم داشته باشیم بعد مبنای منفی 44 را در نظر بگیریم که مصايب به منفی 44 شود منفی 40 در اینجا داریم منفی 6 را در اینجا داریم میشه منفی 46 و به همین ترتیب اگر تنظیم را برش در نظر بگیریم میشه منفی 4 ک مربع که البته اول عدد 4 ریاض ذری بگیریم اول نشنا کنیم بهتر است معمول همی رقم است که باید ذریب در اول بیاید پس میشه منفی 4 که مربع منفی شش که و به همی ترتیب مساوی هست و یا بگوییم منفی چلو منفی چلو شش و منفی چل میشه منفی چلو شش ای گفته قیمت کار را دریافت کنین طوری که باقی مانده مساوی به با منفی 44 باشد یا مثبت 44 است نه منفی 44 هست یعنی ما باقی مانده رو به دست آوردیم ایشو باقی مانده حالا باقی مانده رو باید مصاحبه با منفی 44 و همین شکل سال بعدی که اونا بعد از دا دیگه ایره دقیقا پس چی کار میکنیم؟ نشته هم میکنیم منفی 4 کم مربع منفی 6 کم منفی 46 مصاحبه با منفی 44 که به این ترتیب پس ما و شما اگر در این قسمت به اسطلاح 44 رو بیاریم سمت چپ یک مقدار کار ما ساده میشه منفی 6 کم منفی 46 مثبت 44 چون از یک طرف مساحت به طرف دیگه مساحت که انتقال بتیم علامش تغییر میکنم پس برای ترتیب منفی 4 کم مربع را داریم منفی 6 کم از 46 44 کم شد منفی 2 مساوی به 0 اگر اطراف را تقسیم کنیم به 2 در این صورت ما و شما میتونیم که منفی دو کنیم. تقسیم منفی دو کنیم بهتر میشه بله الان هم به صورت مستقیم مثبت میشه در این قسمت نوشته میکنم البته اطراف تقسیم منفی دو همینجا در نظر میگیرم من تقسیم شدم این میشه دو کم مربع به همین ترتیب منفی سی چون منفی تقسیم شده مثبت سی و مثبت یکی در آخر داریم اینو میفهمیم که معادله یک مجهوله درجه دوم هست با استفاده از طریقه تجزیه و طریقه چلیپا که آسان هست از طریقه پیش میریم در اینجا عدد دو رو در نظر میگیرم دو ضرب در یک و در اینجا هم یک را در نظر میگیریم چون علامه ها کلش مثبت هست پس کلا مثبت در نظر میگیریم یک ضربی دو دو یک ضربی یک یک دو جمع یک مساوی با چند میشه سه آیا ضریب حد وسط به دست آمد بله پس یک قوس ما دو ک مثبت یک میایه قوس بعدی ما خودی ک مثبت یک میآید اکس نیان بتا خودی ک مثبت یک و این مساوی به صفر است در اینجا قیمت که منفی یک بر دو بدست می آید و در اینجا قیمت که مسایب منفی یک یا اون که یک, یک بر دو و که دو هم مسایب منفی یک بدست می آید که ما شما به این ترتیب جوابش شد حاصل کردیم اما مثال سوال سیومی البته که بر ما شما گفته این پولی نوم را از ما شما گفته که بالای بایلون تقسیم بکنیم و کدام قیمت که عدد دو باقی میماند. از جمله فقط فرق میکنه دیگه از لازم به اصطلاح طریقه حل خود فرق نمیکنه همی مرحله ای که رفتیم دریم فقط مساوی دو باید قرار داده شود سوال چهارم با شما هم که پول را داریم گفته بالا x منفی 1 تقسیم شود با کدام قیمت m باقی مانده آن 17 خواهد بود مثل سوال اول باقی مانده را دریافت میکنیم طبعا m میمانه بعد مساوی به 17 قرار میتیم در سن روز ما و شما با این موضوعات بود و این موضوعات را ما شما کار کردیم تشکر از اینکه رو خیلی خوب و واضح حل کردیم برای شاگردای ما بازم تاکید میکنم تمرین رو حتما حل کنید درس ها رو مرور کنید این سه تا تمرین آخری که حل کردیم برمیگرده به قضیه باقی مانده و او بحثی که ما میگفتیم اگر باقی مانده صفر شه یک فرق اساسی داشت شما امروز میفهمید که وقتی باقی مانده صفر میشه معنایش که پوره قابل تقسیمه و یکی از عوامل ضربی او پولونیوم میباشه امیدوارم که ها رو خوب یاد گرفته باشین، خوب مرور کنید، خوب تکرار کنید، با انگیزه برای جلسه بعدی آماده باشین. خدا نگهدار.